Assalamu alaikum binandagoni aziz inagdar navor bo khabar va hurgulotoy oxirin roz bakhshi khabari payomi rozi televizioni sox dar studiya bo shumo javohir vali jonov Тавре ки огоҳ ҳастед, рӯзи 21 июни соли ҷорӣ бо таклифи Шавкат Мирзиёев президенти Азарбайҷон ба кишвари мо омад. Мухбири мо дар бораи брифинге ки президентҳои Узбекистон ва Азарбайҷон барои намояндагони воситаҳои ахбори оммавӣ баргузор намуданд, нақл мекунад. Раҳбари давлат ҳайати Озарбайҷонро самимона хайра мақтам гуфта изҳор намуд ки таърихи пуршани байни ду халқ барои рушди ҳамкории бисёрҷанба дар рӯзҳои мо заминаи мустаҳкамро фароҳам овард. Мо арзишҳои маънавии дини умумӣ, маданият ва забони шабеҳи ҳам дорем, таъкид кард Шавкат Мирзиёев. Дар осури илмии Аҳмад Фарғонӣ ва Абурайҳон Берунӣ аз бисёр шаҳрҳои Озарбайҷон ёд мегардад ки дар онҳо таъсири ҳамдигарии тамаддуни шарқ ва ғарб ба вуҷуд омадааст. Дар фонди пажӯҳишгоҳи шарқшиносӣ даҳҳо дастнависҳои нодири шоир و متفکران آذر احتیاطکارانه حفظ می‌گردند. این باز یک دلیل آن است که خلق ازبکستان از قدیم به مدنیت آذر با احترام عمیق و توجه مناسبت می‌نماید، تاکید کرد پیشوای ازبکستان. تاکید شد که در همکاری سمت مهم وسعت بخشیدن سودا و همکاری صنعتی به شمار می‌رود. در سال‌های اخیر تبادل اموال به طور نظررس افزود، شماره کارخانه و لایحه‌های مشترک 4 برابر افزود. جانب‌ها باور دارند که برای کلاً فعال ساختن همکاری امکانات وسیع پیش از همه عامل اقتصادی سرپرکننده طرفین وجود دارد. برای انداختن استحصال مشترک اتومبیل در گجیگابول وسیع نمودن همکاری در ساحه استحصال شاهی مثال این است. در حال لایحه نو در ساحه های استخراج نفت و کیمیا، داروسازی، مصالح ساختمان، نساجی آماده، آذوقه‌واری، جواهرات، شرابپزی تهیه می‌گردند. سمت دیگر استراتژی رشد کمیونیکاسی نقلیات است. امروز حجم بارکشانی از آن جمله با راه آهن باکو تبلیسی قرص می افزاید. جانب ها عهد و پیمان نمودند که دهلیز های نو را انکشاف داده بارکشانی مولتی مدل را می افزایند. برای کارخانه های نقلیاتی شرایط مناسب فراهم می آرند. در پرتو افزایش خطرهای اقلیمی و مشکلات بی خطری آذوقه‌واری در گفتگوها به مساله های رشد منبعی همکاری در ساحه خواجگی قشلاق اعتبار الهیده نگرانده شد. قرار گردید که کارکردهای علمی و اینوواسیونی تبادل گردیده در بابت رقمی سازی بخش اگراری همدستی نمودن تطبیق لایحه های سرمایه گذاری راه اندازی گردد. در گفتگو به فعال سازی رابطه های بین منطقوی اعتبار الهیده نگرانده شد. برای عمیق سازی آنها تیرماه سال جاری در تاشکند شهر برگزار نمودن انجمن یکم منطقه ها خدمت خواهد کرد. در ساحه مدنی و گومانیتری نیز مملکت و خلق هایمان از قدیم با رشته های عمومی پیوند هستند. در پایان گفتگوها قرار در باره برگزار نمودن روزهای مدنیت و کینا در دو جانب فعالانه انکشاف دادن برنامه های تبادل گومانیتری و جهانگردی قبول گردید. جنبست تشریف تاریخی دولتی پرزیدنت جمهوری آذربایجان مالک واقعا خصوصیت پیشرونده دارد. ما حالا تمام شرایط را برای منبعد مستحکم نمودن دوستی دو مردم برادر و عمیق سازی شریکی استراتژی مملکت های ما تشکل دادیم، تاکید کرد پرزیدنت ازبکستان. رهبری آذربایجان الهام علیف برای دعوت منتداری اظهار نموده تاکید کرد که از موفقیت های ازبکستان شاد می باشد. من از آن که در سرزمین ازبکستان برادری قرار دارم و صاحب آن امکانات هستم که با شما دایره وسیع مناسبات دو جانبه و مساله های مهم روزنامه موضوع سیاست خارجی را محاکمه می کنم که این تشریف واقعا پیش بر است، چون که بنابر ماهیت و هم شکل بنابر محتوای موضوع های مورد محاکمه از روی قرارهایی که ما رسیدیم این تشریف و قراردادها برای رشد منبعی مناسبت هایمان اساس می گردد. حجت های به امضا رسیده و اجرای وظیفه های امروزه به آن می رساند که مناسبت بین مملکت هایمان باز هم مستحکم تر می گردد، تاکید کرد رهبری آذربایجان. ما امروز درباره همکاری اقتصادی، رابطه های اهل تجارت، مساله های بی خطری و اقتدار دفاع، مستحکم سازی علاقه های مدنی و گومانیتری صحبت نمودیم. یعنی به معنی وسیعش گوییم برای همکاری فعال ما ته کرسی گذاشته می شود، گفت پرزیدنت آذربایجان. رهبران دولت ها خصوصیت کنستروکتیوی گفتگو و اهمیت دستگیری همدیگر را در دایره های نهادهای بین الخلقی تاکید نمودند.
طوری که خبر داده بودیم یکی از اویله های ناچاری که منزل زیست نداشتند با دستگیری یکی از کارمندان شعبه کارهای داخلی و اشخاص سخاوتمند صاحب خانه و جایگشت دیروز کلید خانه نو را به صاحبش سپریدند. گزارش نوبتی ما در همین خصوص. چی طوری که قبلا گزارش داده شد امیربیگ نیسویف که در محله نواباد زندگی میکرد به منزل زیست بود و در نتیجه از روی خط گذرانی اهالی از جانب از یونی سکتر مشکلات او معین کرده شد و برازگی او قطعه زمینی را یکی از کارمندان شعبه کارهای داخلی ناحیه سوخ داداخان هدایت از حدود میدان خود جدا کرده داد و در مدت معین برای او خانه استقامتی ساخته شد. دیروز خانه نو به اختیار امیربیگ و اهل آیله او سپریده شد که در مراسم به استفاده سپاری خانه حاکم ناحیه سوخ و رهبران سکترهای ناحیه اشتراک کردند. حاکم ناحیه سعید بهرام سعید موسیف ذکر نمود که پیش از همه عرض منتداری با کارمند شعبه کارهای داخلی داداخان هدایت افکار، زیرا او قطعه از زمین شخصی خود برای آیله احتیاجمند جدا کرده داد و با دستگیری اشخاص سخاوتمند در مدت معین خانه را برای او برپا نمودیم. محله لرده اتکزلگن خطو نتیجه است نواباد محله است یشوچه اوی جایگه ایگه بولمگن دلت شپانلاره یشب یورگن وقتی چه یشب یورگن Nisoyev Namirjon larning oilasini aniqladik. Ushbu oilada uzoq yillardan buyon uy joyga ega bo'lmagan. Biz ichki ishlar xodimlari bilan birgalikda masalalashib, o'zimni yer to'marqamdan 8 sotix ushbu fuqaroga yer hadya qildik va hamkasbimiz Shahnoza Shodmonova bilan birgalikda ushbu fuqaroga uy joy qurishni boshlab, keyinchalik ushbu bizning qarorimizni tuman hokimimizga ma'lum qilganimizda ular ham qo'llab-quvvatlab bizga qurilish materiallari bo'yicha yordam berishdi. Saxovatli do'stlarimiz yordamida ushbu fuqaroga uy joy qurib, bitkazilib, mana bugun foydalanishga topshirdik. Hokim ناحیه سوخ به صاحب خانه تحفه‌های گرانبها تقدیم نمود و گفت که اکنون صاحب خانه شدید، من بعد برای زندگی فراوان گذرانیدن سعی و حرکت کنید، زیرا هر کس که حرکت دارد سعی و تلاش میکند البته در زندگی موفق میشود. صاحبان منزل امیربیگ نیسویف و همسر او سنابرخان با آنهایی که برای صاحب خانه شدن آنان دست مدد دراز کردند منتداری اظهار نمودند، زیرا آنهایی که به این کار دست زدند بهترین عمل ثواب را انجام دادند. انسان قدرنی ulug'lash hamda faol mahalla yilida juda ko'p ko'zga ko'rinarli tadbirlar amalga oshirilyapti. Shular qatori bizi So'x tumanida ham sektorlar rahbari tomonidan Navobod mahallasida yashovchi Sanobarxon hamda Namirjonni, ya'ni boshpana o'zini shaxsiy boshpanasiga ega bo'lmagan oilaga sektor rahbarlari boshchiligida bugun uy qurib, bitkazib, foydalanishga topshirildi. Bundan keyin xudo xolasa insonparvarlik yo'nalishi bo'yicha ushbu tadbirlar davom ettiriladi. Ushbu oilaga kelgusida bu uy baxt-saodat olib kelsin, hamisha chiroyli kunlarga xizmat qilsin. Tavriya ki ba mo'sarvari shubiy korxonai daxili nohiy soq Qosimjon Rahimberdiyev ma'lum kard, dar bunyodi inshooti istiqomati nafaqat xodimoni shubiy mazkur balki ashxosi saxovatmand nohiy soq az nazik dasti madad daroz kardan. Xushbaxtona in guna korxonai neku savob dar nohiy soq az janibi shaxsoni saxovatmand anjom doda meshavad ki in guna koru amalhoi nek dar kohish dodani sathi kam bizoati naqshi baso muhim mebozad. Xursandi oilai Nisoyevro on roz و کنار نبود، زیرا آنها با وطن خورد خود صاحب شدند. مشکلات یکچند سالشان با مدد مردم سربلند و سخاوتمند سوخ حل خود را یافت. واقعا مردم سوخ اهل اتفاق بوده، همیشه دست فتادگان را میگیرند، زیرا چون رودکی بزرگوار میگوید مردی نبود فتاده را پای زدن، گر دست فتاده بگیری مردی. با مقصد در روح وطن پروری تربیه نمودن جوانان آنها را سالم، چالاک و نیرومند به کمال رسانیدن نسبت به انعنه و قدریت های ملی مان افزودن احترامی آنها در ناحیه سوخ چاره‌بینی های گوناگون ورزشی برگزار می‌گردد. از جمله گذرانیدن بازی های ملی سپورتی در بین جوانان حرمت آنها را نسبت انعنه های ملی مان می‌افزاید. ادامه موضوع در گزارش مخبرمان. گوشتین ملی گوشتینگری تاریخان کهن بوده، یکی از نمودهای ورزش قدیمی مردم شهر به حساب می رود و دیگر نمودهای گوشتین از آن سرچشمه می گیرند. گوشتین را در قدیم کشتی، یعنی از کمربند حریف گرفتن می گفتند که تدریجا به گوشتین و گوشتینگری مبدل گردیده است. در زبان پهلوی این واژه به شکل گوستیک و در تاجیکی دری فارسی به شکل کشتی و امروز به گونه گوشتین تلفظ و استفاده می شود. متخصصان به آنان که گوشتین قوه را بر زیاد، سرعت را تیز، اینچنین
طاقت‌آوری جسم را می افزاید. از این رو برای باز هم رواج دادن این نمودی ورزش ملی و افزودن احترام جوانان به قدریت های ملی امان برای جایزه جام وزیر مدافع قسمت ناحیوی مسابقه گوشتینگیری برگزار گردید. در آن غالبان مرحله سکتر اشتراک کردند. من امروز ما در میدان مرکز ناحیه سوق مسابقه گوشتین برای جوه نمونوی را اشغال کردن حرکت کرده شده. من خورد سالی هم با همین گوشتین مشغول شده میبینم. کسی که با سپورت مشغول میشود سلامتیش مستحکم میشود. برای همین با یگان نمود سپورت مشغول شدنتون رو خفصیه میدونیم. بعد انجام مسابقه گوشتینگیری مسابقه بین جوانان از روی سنگبرداری نیز شده گذر. در واقع در دام 5 سال آخر در ازبکستان عزیز نمودهای مختلفی المپی و غیر المپی ورزش در جمهوری باز هم رشد یافته. جوانان و نورسان به نمودهای ورزش عمل کننده در کشور مراغ ظاهر نمودند. گوشتین ملی در برابر نمودهای المپی و غیر المپی ورزش همچون ورزش ملی رو بروش نهاده است. چاره‌بینی مذکور در ناحیه سوخ با تشبث اگنتی کار با جوانان ناحیه شعبه کارهای به مدافع کمک رسان ناحیه سوخ تشکیل کرده شد. در آخر مسابقه یعنی در مراسم قسم تقدیرنامه‌سازی غالبان مسابقه حاکم ناحیه سوخ سید بهرام سید موسیف و رهبران سکترهای ناحیه اشتراک کردند و حاکم ناحیه بسخوان برآمده قید نمود که در ناحیه سوخ طرف ساحه سپورت رشد و نمو می‌یابد و خصوصا شوق و هوس جوانان ناحیه سوخ به نمودهای مختلف ورزش از جمله بازی‌های ملی خیلی بلند میباشد و این از بلند بودن حس احترام جوانان به قدریت‌های ملی امان دلالت می‌دهد. گفت حاکم در انجام سخن و در سطح بلند گذشتن مسابقه مذکور از فعالیت ثمرناک سروران جوانان نیز دلالت می‌دهد، زیرا آنها در تشکیل این گونه مسابقه ها نمونه فداکاری نشان دادند. سپورت با برابری مستحکم نمودن سلامتی و اراده در انسان خصلت‌های جوانمردی، شجاعتمندی و چالاکی را شکل می‌دهد. مشغول شدن به ورزش واقعاً سلامتی را مستحکم می‌سازد. از این جهت امروز در مملکت ما با مسئله عموی گردانی ورزش و با این منوال ترغیب نمودن طرز حیات سالم اعتباری علاهیده ظاهر می‌گردد. به همین خاطر امروز در حدود سکتور 3 بین جوانان و میانسالان ماراتن تشکیل گردید. می توان گفت که امروز ها در دیهات دوردست نیز برای رواج دادن ساحه ورزش جلب نمودن اهالی به ساحه مذکور اعتبار علاهیده ظاهر می گردد، زیرا شغل ورزیدن به ورزش پیش از همه سلامتی انسان را مستحکم می سازد. واقعا ترغیب طرز حیات سالم امروز یکی از مسئله های مهمترین به شمار می رود و در این باره فرمان پرزیدنت مملکت نیز قبول گردیده است که امروز ها در اساس فرمان مذکور چاره بینی های مختلف ورزشی در نحوه سوخ چی در بین جوانان چی در بین کهنسالان تشکیل کرده می شود. امروز با اشتراک جوانان و کهنسالان محله های سبزار، ققیر و هوشیار ماراتن دویدن به مسافه 2 کیلومتر تشکیل کرده شد و در آن اهل دهه های مذکور خیلی فعال اشتراک کردند. ماراتن سرول در بین نسل جوان شده گذشت. آنها به مسافه نزدیک 2 کیلومتر تاخته برای گرفتن جای اول سعی و حرکت کردند. بعد آن جوانان و کهنسالان نیز به مسافه نزدیک 2 کیلومتر تاختند و غالبان معین کرده شدند. با تشبث پرزیدنت امون در همین سلوک ما هم یک ماراتن تشکیل یافت. این ماراتن از 8 ساله تا 70 ساله اشتراک کردند. از این جمله من هم در همین ماراتن اشتراک کرده جای سازوار را اشغال کردم. این ماراتن با سلامتی خود خیلی ضرور است. سالهای ما همون در همین ماراتن را اشتراک کرده جای نخست را گیرند و این با سلامتی خودشان خیلی فایده دارد. چاره‌بینی ورزشی با تشبث سروری جوانان و شعبه رشد ورزش تشکیل کرده شد. طوری که آگاه هستید ماه ایون در مملکت ما ماه جوانان اعلان گردیده است و به همین خاطر گذرانیدن چاره‌بینی های گوناگون در بین جوانان ناحیه سوخ در اکثریت محله های ناحیه به نظر می رسد. از همه مهمش در چاره‌بینی ها جوانان خیلی فعال اشتراک کرده ایستادند. مقصد تشکیل کردن چنین ماراتن از آن عبارت است که جوانان را با سپورت بیشتر جلب کردن، نه فقط جوانان بلکه کهنسالان. من در ماراتن امروزه گویم از 7 ساله تا 70 ساله فقرا اشتراک کردن. شخصا خودم هم اشتراک کردم. بسیار ماراتن خوب شد. من از طرف پرزیدنتمون هم با جوانان خصوصا با سپورت بیشتر اعتبار گذاشته شده ایستاده است. من خصوصا جوانان ما
جوانان دهه ما در سپورت شوق و رغبت بیشتر دارند. من بین از دیکی در ساحه ورزش جوانان ما اشتراک کرده با ولایت راحت گرفتن که این از آن دلالت میده که در دهه ما شوق و حواس جوانان به سپورت بیشتر است. واقعا تشکیل این گونه چاره‌بینی‌ها در کشف جوانان اقتدارناک خاصه جوانان ورزشکار نقش بسا مهم می‌بازد. بعد انجام مارافون غالبان انیق کرده شده با آنها تحفه و افتخارنامه‌های حاکمیت ناحیه سوخ تقدیم کرده شد. در مراسم تقدیرناک سازی معاون موقتی حاکم ناحیه سوخ آید مسئله‌های اجتماعی الهام عبدالمجید شرکت ورزید و به سخن برآمده ذکر نمود که چنین تدبیرها در هر محله ناحیه گذرانیده می‌شود. بینندگان عزیز، یادآور میکنیم که شما الحال بخش خبری پیام روز را تماشا کرده ایستادید و اکنون نوبت را از روی نقشه به صحیفه خبرهای ازبکستان میدهیم. شما توسط آن با خبر و رویدادهای مهمترین کشورمان شناس میشوید. در شبکه‌های اجتماعی خبر درباره ویران شدن سد نیروگاه آبی توپلنگ و زیر آب ماندن یک قسم منطقه پهن شد. از این رو حاکم ولایت سرخندریا توره بابالف درباره وضع حاضره دروی توپلنگ بیانات داد. حالا اطراف آب انبار توپلنگ تنج است، حاجت واهمه نیست. با سبب بارشات زیاد سطح آب آب انبار بلند شده است و خلاص میگوید او. حالا برای پست کردن سطح آب کمیسی مخصوص مشغول کار میباشند. در ازبکستان دانشگاه نو فعالیت خود را آغاز کرد که متخصصان را در ساحه فناوری اطلاعات IT آماده می سازد. در این دانشگاه دوام 4 سال به دانشجویان تمام دانش و ملکه ها در اساس برنامه تعلیمی بین المللی آموزانیده می شود. با گفته وزارت تعلیم عالی و میانه مخصوص کشور در ازبکستان شماره مکتب های عالی به 167 عدد رسیده است. از روز 30 ایون سیاهان می توانند به فنلاندیا به یگان معلومات نما درباره امشوی ضد کووید 19 یا نتیجه تست کرونا ویروس وارد شوند. حکومت فنلاندیا قرار کرد که همگونه محدودیت وابسته به پاندمی را بیکار کند. ازبکستان باشد علیه کرونا ویروس مبارزه سخت برده، از فنلاندیا سال پیش به موفقیت نائل شد و خوشبختانه امروز کشور ما به مرکز سیاحانی خارجی تبدیل یافته است. بنا به معلومات کمیته دولتی استاتیستیکا در ماه‌های ینور می سال 2022 ازبکستان از 17 دولت خارجی 20 هزار تن گوشت مرغ با ارزش 17.3 میلیون دلار آمریکایی ایمپورت کرده است. واردات گوشت پرنده نسبت به همین دوره سال گذشته 966 تن زیاد شده است. بینندگان عزیز، صحیفه خبرهای ازبکستان با بخش انفورماسیون پیام روز حسنی انجام بخشد. خیر، سلامت باشید، اما شما ما را ترک نکنید، زیرا برنامه های تلویزیونی سوخ دوام دارد.